شیراز میراثی است کهن از ظرافت طبع ایرانی. هر آنچه از تاریخ فرهنگی و هنری ایران به یادگار داریم، همه را مجموع می توان در شیراز یافت. گلشن‌های ایرانی در شیراز همگی در کنار هویت گلشن‌سازی، رنگ و بوی ایران باستان را در معماری و فضاسازی گلشن‌ها حفظ کرده‌اند. نارنجستان، عفیف‌آباد، دلگشا و در نهایت ارم نمونه‌هایی از گلشن‌های بیشمار شیرازند که در کشاکش تاریخ پرفراز و نشیب شیراز پا بر جا ماندند. در نزدیکی آرامگاه سعدی گلشنی از گلشن‌های شیراز در پای قلعه‌ای قدیمی که قدمتش به عهد ساسانیان باز می‌گردد همچنان پابرجاست که دلگشا می‌خوانندش. دلگشا نامی است که عموماً برای گلشن‌های وسیع ایرانی به کار می‌بردند و از این رو این گلشن را دلگشا می‌نامند. دلگشا که گلشنی است قدیمی در زمان نادرشاه افشار به کلی ویران می شود و همه زمینهایش به زمینهای زراعتی تبدیل می شود. در زمان قاجاریه توسط حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله شیرازی جد خاندان قوام بازسازی می شود و در زمان فتحعلی شاه قاجار رضا قلی میرزا نائب العباله فارس ساختمان فعلی وسط گلشن را احداث می کند. پس از او در سال 1260 هجری قمری حاجی قوام الملک میرزا علی اکبر شیرازی گلشن را خریداری نموده و ایوان دو ستونی را به بنای آن اضافه نموده است و حصاری در اطراف گلشن کشیده است تا شکل امروزی دلگشا کامل شود.
گلشن دلگشا تا دهه 50 در دست مالک خصوصی بود تا اینکه به عنوان اثری ملی شناخته شد. این گلشن با وسعت 7.5 هکتاری زیربنایی حدود 1200 متر مربع دارد. کوشک در وسط گلشن واقع شده و دو خیابان از ورودی تا جلو آن پیش آمدند. در طرفینش دو باغچه از انواع مرکبات و در حاشیه آن دو نخل تزئینی بلند دیده می شود. آب این گلچن از قنات نهندج که در قدیم به آب کازرون و قنات بندر و امروزه به آب سعدی شهرت یافته تأمین می شود. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل ز نسیم سحری می آشفت، گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو؟ گفت افسوس که آن دولت بیدار بخورد. در شمال غربی شیراز در دامنه کوه آسیاب ستایی و در حدود 2-3 کیلومتری بابا کوهی گلشن ایرانی قرار دارد که سابقه ساختش به سلجوقیان باز می‌گردد. این گلشن به مناسبت امارت و باغ بزرگی که در گذشته توسط شداد ابن عاد پادشاه عربستان به رقابت با بهشت ساخته شده بود به ارم مشهور گردیده است. Thank you.
ارم در دوره‌های مختلف تاریخی در بین حاکمان وقت دست به دست می شده و دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است. از آل سنجر تا آل مظفر و گورکانیان و در نهایت دوران شکوه صفویه، بنابر روایت جهانگردان بسیار آباد و باشکوه بوده است. پس از صفویه در زمان زندیه، ارم در مالکیت سران سلسله زندیه بوده است. پس از زندیه هم این گلچن در دستان خوانین ایل قشقایی دست به دست می شده است. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، حاج نصیرالملک شیرازی گلچن ارم را از خاندان ایلخانی خریداری نموده و ساختمان فعلی موجود در گلچن را به جای عمارت ایلخانی بنا نموده، اما احتمالاً اساس ساختمان قبلی را حفظ کرده است. در نهایت گلشن ارم در دهه 50 به تصرف دولت در می آید و به دانشگاه شیراز واگذار می شود. بنا به نظر عده‌ای فضای گلشن ارم یادآور گلشن‌های عهد ساسانی است. زمین گلشن به شکل مربع مستطیل بسیار وسیع است که یک ضلع بزرگتر آن به جانب شمال و بلوار موسوم به ارم و یک ضلع کوچکتر به جانب مغرب و بلوار موسوم به بلوار دانشجو محدود است. مساحت کل گلشن نزدیک به 11,000 متر مربع است. سمت شیب زمین از غرب به سوی شرق است و مجموعه عمارت اصلی و اندرون در قسمت مغرب و در بلندی چشمگیری قرار دارد. درهای ورودی ارم در ضلع شمالی قرار دارد و به طرف بلوار ارم باز می شود. سردر ورودی اصلی که به عمارت نزدیکتر است، در سالهای اخیر به جای سردر قبلی آن به طرز زیبایی از آجر ساخته شده است. درگاه دیگری هم در همین سمت و در انتهای گلچن قرار دارد که در سال 1342 هجری قمری ایجاد شده است. بر بالای جبهه خارجی سردر کتیبه‌ای از سنگ مرمر نصب شده و دو کتیبه کاشی نیز در طرفین آن به چشم می‌خورد. در وسط گلشن، خیابان اصلی آن با سمت غربی شرقی احداث شده است که از مقابل ساختمان و استخر بزرگ آغاز شده و تا انتهای گلشن ادامه دارد.
خیابان وسیع دیگری با جهت شمالی جنوبی در وسط گلچن خیابان اصلی را قطع می کند. علاوه بر این دو خیابان عریض، خیابان‌های دیگری هم به موازات این دو در تمام قسمت‌های گلشن احداث شده است. کوشکی که فعلا موجود است و از ساخته های نصیرالملک و پسرش به حساب می آید در سمت مغرب گلشن قرار دارد. این عمارت رو به سمت مشرق و سه طبقه دارد و از لحاظ معماری، نقاشی، حجاری، کاشیکاری و گچبری شاهکار صنعت و هنر دوره قاجاریه است. در بالای عمارت گلشن، هلالی‌های زیبا ساختند که در اصطلاح معماران محلی فارس به آن سنتوری می‌گویند. این هلالی‌ها با کاشی‌های رنگین و نقش‌دار ساخته شده و به شیوه کاشی‌کاری‌های دوره زندیه و قاجاریه است. در هلالی میانی که بزرگترین هلالی است، نقش ناصرالدین شاه سوار بر اسب سفیدی دیده می‌شود که نیم‌تاجی نیز در جلوی کلاه خیش دارد. در اطراف آن سه نقش دیگر که برگرفته از داستان‌های فردوسی و نظامی است دیده می‌شود. در دو طرف این مجلس دو مجلس کوچک وجود دارد که در وسط یکی از آنها نقش داریوش هخامنشی برگرفته از نقوش تخت جمشید وجود دارد. دو مجلس دیگر هم در اطراف این مجلس است که تصویر شکار آهویی توسط پلنگی را بر روی کاشی‌هایی با طرح اسلیمی نشان می‌دهد. ایوان کوش که رو به سمت شرق واقع شده است، در طبقات دو و سه قرار دارد. در جلو این ایوان، دو ستون سنگی یک پارچه بلند واقع شده و سرستون‌ها به طرز ماهرانه‌ای حجاری شدند. نقش سرستون‌ها را تصویر مردانی با لباس‌های دوره قاجاریه و گل و بوته‌هایی به طور قرینه تشکیل می‌دهد.
کف سالن‌های طبقه پایین کوشک هم سطح زمین است. تالار مرکزی واقع در طبقه پایین را که به حوضخانه معروف است، برای استراحت در روزهای گرم تابستان ایجاد نمودند. این تالار دارای آبنمایی است و نهر آب از وسط آن می‌گذرد و سپس به استخر بزرگی در جلو عمارت می‌ریزد. وسط تالار با کاشی‌های هفت رنگ که به طرز زیبا و ماهرانه به کار رفته مزین است. سقف حوضخانه با کاشی‌های معرق و هفت رنگ پوشیده شده که تصاویر زیبایی از شکارگاه‌ها و مناظر طبیعت و داستان خسرو و شیرین و نقوش دیگر را در بر دارد. کاشی‌های سقف حوضخانه را باید از بهترین نمونه‌های این هنر در دوره قاجاریه دانست. سقف دو سالن طبقه سوم ساختمان که با تیرهای چوبی و تخته‌های منظم پوچیده شده دارای نقاشی‌های زیبا و بسیار نفیسی است. هنر ظریف نقاشی روی سقف که اهل این فن آن را مرجوک می‌نامند در دوره قاجاریه در شهر شیراز کاملاً رواج داشته است. اینجا پشت عمارت اصلی و در طرف مغرب گلشن اندرونی و عمارت واقع شده است. نمای پشت عمارت اصلی گلشن به جانب شرق اندرونی است و در این ضلع درهایی برای رفت و آمد به ساختمان وجود دارد. در ضلع غربی آن عمارت یک طبقه است که از سطح محوطه اندرون بلندتر است. امروزه با توجه به توسعه گلشن و اضافه شدن زمین‌های زیادی در قسمت غربی به گلشن ارم، عمارت اصلی و اتاق‌های باربند قدیم و ساختمان اندرونی به طرف گلستان گل رز که در این قسمت ایجاد شده باز می شود. هنگام توسعه گلشن، گلستانی از انواع گل رز در ضلع غرب و شمال غربی احداث گردید. این گلستان از نظر تنوع انواع گل رز در کشور ما بی نظیر و در کشورهای همجوار و آسیا کم نظیر است. در ارم سرونازهای بلند و زیبایی وجود دارد که سالهای زیادی بر آنها گذشته و موجب شهرت این گلچن شدند. بلندترین سروناز ارم که قریب 35 متر بلندای آن است، بلندترین سروناز شیراز است. سرویست کشیده و گویی دست هنرمندی آن را بدین استواری و موزونی تراشیده است.
قسمت عمده آبی که ارم را مشروب می سازد مانند بیشتر گلشنهای شیراز از نهر اعظم است. این آب روان پس از گردش در حوضچه حوضخانه وارد جویهای اطراف استخر می شود و سپس در جوی عریض خیابان اصلی و جویبارهای دیگر در خیابانهای گلشن و اطراف باغچه‌ها روان می شود.